به نام خداوند بخشاینده و مهربان و تقدیم سلام خدمت تمام شما نازنین و شاگردای خوب و همراهان همیشگی مکتب تمدن ادامه درس های بیولوژی هست بیولوژی سنف 11 هم مباحث در مورد حیوانات فقاریه سنف خزندگان خب دوستان امروز قرار است که یکی از نمونه های حیوانات خزنده را که تقریبا حیوان خطرناکی هست و به نام مارها یاد میشن را دنبال بکنیم پس چه بهتر که درس خود را آغاز بکنیم و معلومات بیشتر در مورد مارها حاصل بکنیم پس عنوان درس امروزی ما هست مارها تصویر که مشاهده میکنین یک نوع مار هست مارها استخانی ترین حیوانات هستند یعنی تقریبا در بدن یک مار 600 عدد استخوان ممکن موجود باشه که این رقم برای انسان ها 206 عدد هست اما در داخل بدن یک مار ممکن 600 عدد استخوان باشه بدن تویل و باریک دارند تیر کمر یعنی همو ستون فقراتشان از 200 تا 400 حلقه داره هر حلقهشان و تیر اصلی هم از استخوان تشکیل شده ای هم استخوان یک مار را نشان میده و واقعا از این تصویر هم فهمیده میشه که تعداد استخوانایشان خیلی زیاد باشه خزندگان بدون پاها هستند بله مارها پا ندارند بلکه ای که بر روی سطح زمین توسط خزیدن یا کش کردن خودشان حرکت می‌کنند. بدنشان فلسهای کاذب داره که برای حرکتشان کمک میکنه. چشمهایشان بدون پلکها هست یعنی مارها پلک زده نمیتونند این ساختمان است میتونین که جلدش را ببینین و همچنان چشم مارها را که پلک زده نمیتون. دهنشان خاصیت ارتجایی داره و بسیار زیاد میتونه باز شود و همین خاصیت ارتجایت دهن هست که بر اونا به خاطر بلع شکارهای بزرگ کمک میکنه خب دوستان در دهن زبان و دندان قرار دارد که در گرفتن و بلیدن غذا کمک میکنه اما دندان هایش به خاطر جویدن نیست فقط به خاطر گرفتن غذا هست این قسمت هم دهن بازی یک مار رو نمایش دارد. و جلدش حس زایقه ندارن یعنی مارها هر آن چیزی را که به عنوان مواد غذایی میگیرند ذایقهش نمی‌فهمند. نمیفهمند و فنگ ها دندان مخصوصی است که با غده زهری وصل هست خب دوستا در اینجا ما ساختمان فنگ ها را ما میخواییم برتان یک اندازه توضیح بیشتر بتون فرض به این می بریم که این قسمت ساختمان غده زهری مارها هست خب دوستا این غده یک قسم کانال را داره از خود یک کانال تقریبا تویل را داره که وقتی که زهرها در داخل این غده تولید شد از طریق کانال به بیرون فرستاده میشه و در این قسمت ریشه های دندان فنگ واقع باشه دندانی که به نام فنگ یاد میشه و دندان های پیشروی مارها را تشکیل میده قسمت دهن هست در ده اینجا ریشه های دندان فنگ هست دندان فنگ خیلی باریک هست مثل می تصویری که ما براتون رسم کردیم وقت ریشه از اینا نزدیک غده زهری باشه یعنی که این دندان ها ارتباط نزدیک با غده زهری داره و وقتی که زهر ها از این غده بیرون میشه از طریق همین دندان ها هست که به طرف همو فردی که مصدوم میشه یا حیوانی که تحت تاثیر زهر ها هست به اون طرف انتشار میکنه و یا هم بیرون میشه این ساختمان هست ساختمان دندان های فن. پیشتر بریم تصاویرشان برتون نشان میتون مثلا این تصویره ای دندان های فنگ و یا انیاب پیش روی مارها هست میبینید این قسمت غده زهری قرار داره و در پشت سر غده زهری یک نوع از الله هست این قسمت هم به نام نل زهری و یا هم تیوب زهری یاد میشه که در قسمت ریشه دندان داخل میشه تا قسمت نوک دندان با اینا ادامه پیدا میکنه تا که بتونه زهر از غده زهری به این طرف انتقال بده وقتی که این از تقریبا منقبض میشه انقباض میکنه باعث میشه که محتویات غده زهری تخلیه شود و ای در کل ساختمان دندان فنگ و همچنان نلهای زهری مارهاست هاست کبرا و کارف ماران زهری قوی هستند که نامشان هم شاید شما شنیده باشین و اکثریت مارها تخمگذار هستن تا که قبلا هم اشاره کردم ممکن در بعض از مارها تولید چوشه هم دیده شوه اما در حقیقت طوری است که پوش تخمه هایشان در داخل بدن مادرشان چکستانده میشه یعنی که اکثریت بگم تخم گذار هستن مارها انواع مختلفی داره مثل مار زنگی، مار افعی، مار بوا، مار کبرا، مار بیزهر آبی یعنی که تماماً انواع مارها ممکن خطرناک نباشن یا ای که دالای زهر نباشن بعضی انواعشان زهر داره مثل کبرا و کار بعضی انواعش نداره تصویری را هم که شما میتونید ببینن انواع مختلف مارها را میتونه نشان بده با جسامت های مختلف هست که در نقاط مختلف دنیا اینا زندگی دارن مثل جنگلات آمازون که خطرناکترین مارها در داخل زندگی دارن مارها از لحاظ دندان ها و زهری بودن هم تقسیم بندی میشه. مار بی زهر دارای دندان های ساده هست و یا بعض از مارها اصلا دندان ندارن. مارهایی هستند که خطرناک نیستن زهر ندارن. مار زهری با دندان های فنگ یا انیاب آخری هست. این قسمت هم شما میتونین یک مار را مشاهده بکنین. و مار زهری با دندان های پیشی رو هست. باز هم تصویری از یک مار تصویر دندان های فنگ مار را میتونیم خیلی واضح ببینیم و جلدش را همچنان که دارای پلس های کاذب است زهر مار خب بیشتر بریم در مورد زهر مار بدانیم که زهر مار آیا خطرناک هست یا نه ماده زرد رنگی هست که بی بو بی مزه اما خطرناک هست این تصویر براتون چی نشان میده خروج زهرها از قسمت دندان های مارها میتونین ببینین این قسمت ازلات واقعی واقع است وقتی که اونا منقبض شوند غده زهری محتویات خود را به طرف دندان ها و از قسمت و اخیر دندان ها زهر مار انتشار پیدا میکنه غده تولید کننده زهر گفتیم با دندان ها وصل هست و شدت زهر مار هم نظر به نوعیت مارها ها متفاوت هست مثلا مار کبرا چقدر زهری هست یک ویدیو کوتاه هم از مارها مشاهده کنیم میبینین رفتار مارها را که با سطح شکم خدا را میخزن و هم دهن ارتجایی مارها که به بسیار وسعت باز میشه و کمکشان میکنه ای که اما شکارشان را اخز بکنه دندان های قسمت پیش رویشان هست که ممکن ارتباط داشته باشه با روده های زهری این قسمت هم جمجمه مارها هست و ساختمان دقیق دندان های زهری نشان میده و ماری که در جستجوی شکار خود هست خب دوستا این قسمت ساختمانی هست که در داخل دهن مارها کمک میکنه همین قسمت دندان وارد شود یعنی در داخل دهن سخت شوه این قسمت بر روی خود دندان ها یک فرو است که به نام فرو رفتگی چی یاد میشه به نام فرورفتگی زهر و یا هم پایزنیوس گروف یاد میشه تصویر بعدی را میبینین مار هست که در یک صحرا زندگی داره زهر مار دارای خاصیات انزایمی و همچنان پروتئینی هست. یعنی چی؟ اولین تأثیری که زهر مار میتونه وارد بدن یک حیوان و یا انسان بکنه او عبارت از یک حساسیت خیلی قوی هست دوست های حساسیت وقتی اتفاق میفته که یک مادهی که بدن انسان یا یک بدن حیوان خیلی برش ناشناخته است وارد بدنش شود و زیادتر حساسیت را هم پروتین ها هست که حاصل کرده میده یعنی از لحاظ ترکیب کیمیاوی نسبت به هر ماده دیگر پروتین ها هست که باعث ایجاد حساسیت میشه انزیم انزایم ها هم موادی هستند که شبیه پروتین یعنی استرکچر و ساختمان اساسی از اونا پروتین هست. بنابراین زهر ما درست است که شکل مایع را داره اما در داخل خود پروتین ها را داره و اولین اکسل عملی که بدن انسان خودش از حساسیت مفردی هست که نسبت به همین پروتین ها و همین انزیم هایی است که در داخل زهر مار تولید میشه اما اگر زهر مار وارد سیستم دوران خون انسان نشوه او قدر خطرناک نیست چگونه میتونه وارد سیستم دوران خون شوه وقتی که مارها انسانها را میگزه ممکن هم قسمت خراشیده شوه و یا هم خونریزی اتفاق میفته. که از او طریق حتما وارد سیستم دوران خون میشه و بیشتر 80 فیصد از واقعات نیازمنده ای داره که زودتر اقدامات طبی برامو فردی که گذیده شده و باید اجرا شود و در غیر و صورت زندگی او شخص زیادتر از لحاظ از که فرد حساسیت نشان میته در خطر میفته اما اگر زهر مار بلعیده شود یا خورده شوه خطر نداره. چرا چون فیصدی احتمال از که وارد دوران خون شوه یک اندازه پایین تر است مگر ای که داخل سیستم حازمه یک زخم باشه و یا قسمت های از سیستم حازمه شاریدگی داشته باشه مثل شاریدگی و یا هم زخم میده هست پس خاصیت انزایمی و پروتئینی ای زهر هم فهمیدیم و بازم تکرار میکنم پروتئین عبارت از هم ساختمان هایی که میوی است که به زودترین فرصت بدن انسان ها یا سخ... سایر ایوانات بهش حساسیت نشان میده خب دوستا این دانه سیستم های مختلف و عملکرد های مختلف در مقابله با امی زهر مارها هست. مثلا زهر یک مار ممکن یک قسمت از بدن را هدف قرار بده و زهر مار بدی یک قسمت دیگر را هدف قرار بده. خب مثال هایش را بریم بخونیم. زهر مار کبرا سیستم تنفسی را فلج می کند. سیستم تنفسی ما زیادتر دیواره هایش از ازلات خرد تشکیل شده که به نام ازلات لش میاد میشه و او از به چگونگی باز بودن بسته بودن و ارتجایت از این سیستم زیادتر کمک میکنه این زهر همی سیستم را سیستم تنفسی را و همی سیستم ازلانی که در اطرافش قرار داره را مورد حمله قرار میده وقتی که ای ازلات نتانه که امو خاصیت ارتجایی داشته باشه و یا هم نل هوایی را باز نگه داره داشته باشه فلج میشه وقتی که فلج شد نمیتونیم که هوا را داخل شش ها بکنیم و یا که کاربون دایکساید را از شش ها خارج بکنیم و داخل هوا بکنیم خب بنابر این تنفس کرده نمیتونه و در نتیجه است که حیاتیت انسان به خطر میفته بعضی زهر مارها هستند که سیستم عصبی و قلبی را مختل می سازند. ممکنی که قلب را باعث است قلبی شوند و یا یک سیستم عصبی و یا حسی انسانها را مختل بسازند. و یه هم تصویری از قوی ترین مارها هست و سایز ها و اندازه های واقعا بزرگ که در بعضی از جنگلات در روی دنیا مثلا جنگل آمازون پیدا میشن واقعا خطرناک هستن خب دوستان این مبحثی بود در مورد مارها آخرین انواع خزندگان بود که براتون با تشریح کردم امیدوار هستم که مبحث خزندگان را به خوبی فهمیده باشین و معلومات مفید را حاصل کرده باشین و با درس بعدی خود را با عنوان پرندگان ان شاء الله آغاز خواهیم کرد خواهش من از است که درس را تکرار بکنید و مواظب خودتان باشین خدا نگهدارت